بسم الله الرحمن الرحیم از ابتکار عمل سرکار خانم بارون رئیس محترم اتحادیه بین المجالس جهانی در برگزاری اولین وبینار IPU که با هدف ایفای نقش راهبردی در پارلمان ها برای بازسازی اوضاع اقتصادی و اجتماعی دوره پسا کرونا به شکل مجازی انجام می شود تشکر می کنم. جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها در حال مبارزه با ویروس کرونا می باشد. اما خوشبختانه به دلیل برخورداری از نظام کارآمد و قوی سلامت و علارغم تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا توفیقات زیادی در این موضوع داشته است. این جانب معتقدم که اتحادیه از هم اینک باید برای بازسازی جهان پس از کرونا برنامه ریزی و اقدام جدی به عمل آورد. از جمله اینکه اول در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی رایزنی‌های مستمر و هدفمند صورت پذیرد و دوم پیشنهاد می‌کنم با بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه کمیته ویژه‌ای برای اولویت بندی و برنامه ریزی راهبردی در این خصوص تشکیل شود و نقش راهی را برای دنیای پسا کرونا ترسیم و به رؤسای پارلمان ها ارائه نماید. مجلس شورای اسلامی ایران آمادگی مشارکت فعال در این کمیته مجازی را دارد و سوم در هر گونه برنامه ریزی ضروری است حمایت مؤثر پارلمان‌های ملی در تخصیص بودجه و سایر اقدامات حمایتی فراتر از تقویت اهداف دولت‌ها و در برگیرنده مؤسسات غیر دولتی، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و اقشار آسیب‌پذیر جوامع باشد. و چهارم با بهره‌گیری از تجربه مدیریتی دوران سخت کرونا ویروس مجالس جهان باید از طریق سازکارهای نوین مالی و تقنینی ریلگذاری جدیدی را ایجاد نمایند، به ویژه در قبال کشورهایی که با اقدام غیرقانونی اعمال تحریم‌های یکجانبه روبرو هستند. بی تردید تقویت چند جانب گرایی و تعهد مسئولانه ضرورت جامعه بین المللی برای بازسازی آسیب‌های همه‌گیری کرونا می باشد. در پایان عمیق‌ترین مراتب همدردی و همبستگی ملت ایران را با خانواده قربانیان ویروس کووید 19 در سراسر جهان اعلام می دارم. سپاسگزارم.